فصل دوم، لموریا و منبع آن. آداما. در آغاز میلیون ها سال پیش این سیاره با 7 قاره بزرگ ایجاد شد. تقریبا از همان ابتدا بسیاری از مستعمرات تمدن های فرازمینی برای زندگی به اینجا آمدند. برخی برای مدت کوتاهی ماندند، در حالی که برخی دیگر بسیار طولانی تر ماندگار شدند. جزئیات این دوره گذشته از تاریخ زمین در کتابخانه پورتولوگوس در زمین داخلی و همچنین در کتابخانه لموریا در تلو ثبت شده است. تعداد بسیار کمی از حقایق واقعی تاریخ طولانی این سیاره هنوز در سطح زمین امروز وجود دارد. برای بسیاری آن تمدن‌ها به اندازه‌ای که شما امروز تجربه می‌کنید فیزیکی نبودند و سوابق نیز به همان شیوه نگهداری نمی‌شدند. تقریباً تمام رکورد‌هایی که توانسته بودند از فاجعه‌های سطح جان سالم به در ببرند، در نهایت به هر طریقی از بین رفتند. حدود 4.5 میلیون سال قبل از میلاد، فرشته میکائیل به همراه گروه فرشتگان شعله آبی و بسیاری از موجودات از قلمرو نور با برکت و فیض خدای پدر، خدای مادر، اولین ارواح را که قرار بود بذر نژاد لموریایی شوند را به این سیاره رهنمون کردند. این در رویال تتون ریتریت که امروزه به عنوان پارک ملی گرند تتون در نزدیکی جکسون وایومینگ شناخته می شود رخ داد. این روح‌های بزرگ که در این سیاره تجسم یافتند در اصل از سرزمین مو از جهان دال آمدند. در آن زمان زمین در همه جا بیانگر کمال، فراوانی و زیبایی بود که امروزه به سختی می توان آن را تصور کرد. در آن زمان به راستی با شکوه ترین بهشت این جهان و کل آفرینش بود. این کمال برای چندین میلیون سال حفظ شد تا زمان آغاز سقوط آگاهی که در دوران طلایی چارم بود رخ داد. در نهایت نژادهای دیگری از سیریوس، آلفا قنتورس، پلیدینها و چند سیاره دیگر آمدند و به این بذر روحی پیوستند تا در اینجا نیز تکامل پیدا کنند. این نژادها با هم مخلوط شدند و تمدن لموریان را تشکیل دادند. حداقل می توان گفت این یک ترکیب بسیار عالی بود. لموریا سرزمین مادری به مهد تمدن روشنگرانه در این سیاره تبدیل شد و به تولد نهایی بسیاری از تمدن‌های دیگر از جمله آتلانتیس کمک کرد. در ابتدا روح‌های شگفت‌انگیزی که از مو برای ماجراجویی بزرگ به اینجا آمده بودند، مجبور بودند تجارب جدید را تطبیق داده و با آنها سازگار شوند. با کمک و راهنمایی فرشتگان، آنها در داخل خلوتگاه سلطنتی تتون آموزش دیدند که چگونه در اینجا زندگی کنند و به تدریج با جسارتی که پیدا کردند، شروع به تشکیل جوامع کوچک نمودند. همانطور که آنها را تطبیق دادند و اعتماد به نفس پیدا کردند، بیشتر و بیشتر از درمان دور شدند. آنها بعداً کل قاره لموریا را مستعمره کردند که بسیار بزرگ بود و تا جایی که امروزه به عنوان اقیانوس آرام و فراتر از آن می شناسید گسترش یافته بود. قبل از سقوط لموریا، لموریان‌ها ظاهری به این شکل که شما امروزه می شناسید نداشتند. زمین در آن زمان به صورت بعد پنجم وجود داشت. لموریان ها عمدتاً در بدنهای نوری بعد پنجم خود زندگی می کردند. با این توانایی که ارتعاش خود را کاهش دهند تا هر زمان که بخواهند سطوح متراکم تری را تجربه کنند و در صورت تمایل به بدن نورانی خود بازگردند. البته این موضوع برای خیلی وقت پیش از این بود، قبل از چیزی که شما آن را سقوط می نامید، که باعث کاهش تدریجی ارتعاش آگاهی این نژاد شگفت‌انگیز و سایر ساکنان این سیاره شد. مردم ما نیز مانند بسیاری از تمدن‌های دیگر در نهایت به سطح بعد چهارم و بعداً به تراکم بعد سوم سقوط کردند. این سقوط در هوشیاری در یک دوره چند هزار ساله اتفاق افتاد. باز شدن قلب
باز شدن به قلب لموریا از اورلیا. کمی از تاریخچه پایان دردناک لموریا. این اطلاعات از آموزه های شارولادوکس از تلوس که اکنون در سطح در نیومکسیکو زندگی می کند، از چندین انتقال استادان معراج مختلف در طول پولی به آزادی در دهه 1950 و همچنین اطلاعات دیگری که از آداما چنل شده استخراج شده است. برای این ارائه عصر لموریان از حدود 4.5 میلیون سال قبل از میلاد تا حدود 12 هزار سال پیش امتداد داشت. تا قبل از زمان غرق شدن قاره های لموریا و بعداً آتلانتیس، 7 قاره بزرگ در این سیاره وجود داشت. سرزمین های متعلق به قاره قولپیکر لموریا که اکنون در زیر اقیانوس آرام قرار دارد، شامل هاوایی، جزایر ایستر، جزایر فیجی، استرالیا و نیوزلند است. این قاره همچنین سرزمین هایی در اقیانوس هند و ماداگاسکار را در بر می گرفت. سواحل شرقی لموریا تا کالیفرنیا و بخشی از بریتیش کولومبیا در کانادا امتداد داشت. در نتیجه جنگ ها ویرانی های بزرگ در لموریا و آتلانتیس رخ داد. 25 هزار سال پیش آتلانتیس و لموریا دو تمدن عالی در آن زمان بر سر مسیر تمدن های دیگر روی این سیاره با یکدیگر نبرد را آغاز کردند. لموریان ها معتقد بودند که فرهنگ های کمتر تکاملی یافته را باید به حال خود رها کرد تا مطابق با درک خود به تکامل خود و با سرعت خود ادامه دهند. آتلانتیسی ها معتقد بودند فرهنگ های کمتر تکامل یافته باید توسط دو تمدن تکامل یافته کنترل شوند. این اختلاف باعث ایجاد یک سری جنگ های حرارتی هسته‌ای بین آنها شد. وقتی جنگ ها تمام شد و گرد و غبار فرو نشست، هیچ برنده‌ای وجود نداشت. در طول این جنگ های ویرانگر، افراد بسیار متمدن به سطوح پایین رفتاری متوسل شدند و در نهایت به بیهودگی اعمال خود پی بردند. در نهایت، آتلانتیس و لموریا قربانی تجاوزات خود شدند و سرزمین های هر دو قاره در اثر جنگ بسیار تضعیف شدند. مردم از طریق استاد معنوی مطلع شدند که در کمتر از 15 هزار سال قاره های آنها ویران خواهد شد. در این زمان ها از آنجایی که مردم معمولاً 20 هزار تا 30 هزار سال زندگی می کردند، می دانستند که بسیاری از کسانی که باعث ویرانی شده بودند تا زمان نابودی سرزمین خود زندگی خواهند کرد. در زمان لموریا، کالیفرنیا بخشی از قاره لموریا بود. زمانی که لموریایی ها متوجه شدند که سرزمینشان نابود خواهد شد، از شامبالای کوچک، رئیس شبکه آگارتا، درخواست مجوز ساختن شهری در زیر کوه شستا کردند تا فرهنگ و سوابق خود را حفظ کنند. شامبالا محل سکونت تمدن هایپربوری است که بیش از 40 هزار سال پیش سطح این سیاره را ترک کردند. هایپربوری ها در آن زمان مسئول تصمیم گیری برای شبکه آگارتا بودند. این شبکه در حال حاضر از حدود 120 شهر زیرزمینی نور تشکیل شده است که عمدتاً خود هایپربوریایی ها ساکن هستند. 4 شهر از لموریا و چند تا شهر نیز از آتلانتیس هستند. برای اعطای مجوز ساخت شهر و تبدیل شدن به بخشی از شبکه زیرزمینی آگارتا، لموریان ها مجبور بودند به بسیاری از آژانس ها مانند کنفدراسیون کهکشانی سیارات ثابت کنند که درس های خود را از سال های جنگ و تهاجم آموختند. آنها همچنین باید ثابت می‌کردند که درس‌های صلح را آموختند تا دوباره به عنوان اعضای کنفدراسیون پذیرفته شوند. هنگامی که مجوز ساخت شهر آنها صادر شد، متوجه شدند که این منطقه از بلایای پیش‌بینی شده جان سالم به در خواهد برد. قبلاً یک غار گنبدی بسیار بزرگ در کوه شستا وجود داشت.
لموریان ها در شهر خود تلوس را ساختند. کل این منطقه کالیفرنیا، بخش عمده ای از جنوب غربی ایالات متحده، سرزمین های شمال کوه شستا در امتداد ساحل غربی و تا بریتیش کولومبیا تلوس نامیده می شد. تلوس به معنای ارتباط با روح، یگانگی با روح و درک با روح است. زمانی که تلوس ساخته شد برای حدود 200,000 نفر طراحی شد. قاره لموریا کمی زودتر از حد انتظار ویران شد و بسیاری از مردم به موقع فرار نکردند. هنگامی که این فاجعه رخ داد، تنها 25,000 نفر از درون کوه عبور کردند و نجات یافتند. آنها قبلاً اسناد را از لموریا به تلوس منتقل کرده بودند و چندین معبد هم فراهم کرده بودند و به این شکل میهن عزیز یک شبه سقوط کرد. قاره چنان آرام غرق شد که بیشتر مردم از آنچه در حال رخ دادن بود بیخبر بودند. اکثرا خواب بودند. هیچ شرایط آب و هوایی غیر معمولی در آن شب ظاهر نشد. طبق روایتی که توسط لورد هیمالیا در سال 1959 از طریق جرودین اینوستی شعله دوقلوی الموریا ارائه شد، بسیاری از کسانی که نجات یافتند به نور و دعوت مقدس خود وفادار مانده بودند و پست خود را حفظ کردند. در روایت دیگری از لورد ماها چوهان، مارس 1957 از طریق جرودین اینوستی در خلال دوره پلی به سوی آزادی آمده است که قبل از غرق شدن قاره لموریا، کشیش ها و معنویون معابد در مورد تغییرات فاجعه آمیز آینده هشیار داده بودند. کانون های آتش مقدس به تلوس منتقل شد. دیگران به سرزمین های دیگری منتقل شدند که تحت تأثیر قرار نخواهند گرفت. بسیاری از این شعله ها به قاره آتلانتیس به مکان خاصی برده شدند و برای مدتی طولانی در آنجا با کاربردهای معنوی روزانه حفظ شدند. درست قبل از غرق شدن لموریا، برخی از این کشیش ها و کاهنان به خانه های خود در آن قاره بازگشتند و داوطلب شدند تا با زمین و مردمانش به زیر آب بروند و با ارتعاش خود به آسایش و شجاعت مردم خود کمک کردند. اما این کمک را برای مقابله با ترسی که همیشه با اقدامات فاجعه بار همراه است ارائه کردند. این نیکوکاران دوست داشتنی با تابش فداکاری خود حاله های مردم را به معنای واقعی کلمه در پتویی از آرامش احاطه کردند و به ایجاد رهایی از ترس کمک کردند تا بدنهای آنها از این جریانها به شدت آسیب نبینند. بنابراین این افراد در تجسمهای آینده از تجربه عواقب غم‌انگیز بزرگتری نجات خواهند یافت. لورد هیمالیا در بخش پلی به سوی آزادی در سال 1959 گفت: بسیاری از اعضای کشیشان خود را به صورت استراتژیک در مناطق مختلف در گروه‌های کوچک قرار دادند و در حالی که به زیر آب می‌رفتند، دعا می‌کردند و آواز می‌خواندند. ملودی که آنها می‌خواندند همان آهنگی بود که امروزه با نام آد لانگسین شناخته می‌شود. ایده پشت این عمل این بود که هر تجربه هولناکی زخم و آسیب بسیار عمیقی را در بدن و حافظه سلولی مردم بر جای می‌گذارد که چندین تجسم برای بهبودی لازم خواهد داشت. از طریق عمل و فداکاری کسانی که از کشیشان بودند، انتخاب برای ماندن در گروه‌ها و آواز خواندن تا آخرین نفس، ترس بسیار کاهش یافت و سطح خاصی از هماهنگی حفظ شد. به این ترتیب آسیب روحی بسیار کاهش یافت.
گفته می شود که اعضای کاهنان همراه با نوازندگان آواز می خواندند و دعا می کردند تا آنکه امواج و آب تا سطح دهانهایشان بلند شد. پس از آن است که آنها نیز هلاک شدند. در طول شب در حالی که توده ها می خوابیدند زیر آسمان آبی پرستاره، همه چیز تمام شده بود. میهن عزیز زیر امواج اقیانوس آرام غوطه ور شد. هیچ یک از کشیشان پست خود را ترک نکردند و هیچ یک از آنها ترسی نداشتند. و لموریا با وقار سقوط کرد. آد لانگ شین آخرین آهنگی بود که در سرزمین لموریا شنیده شد. امشب از شما می خواهم که این آهنگ را دوباره به عنوان بخشی از ارائه ما بخوانید. مردم زمین این آهنگ را دوباره از طریق مردم ایرلند مطرح کردند و کلمات بسیار پیشگویانه‌ای به آن اضافه شده است. بخشی از متن. آیا آشنایان قدیمی را باید فراموش کرد؟ به نظر شما در این عصر با هم چه می کنیم؟ در واقع ما این آشنایان قدیمی هستیم که دوباره به هم می پیوندیم. آنهایی از ما که از قلمرو بعد سومی هستند، اکنون در آگاهی با دوستان و اعضای خانواده قبلی خود در لموریا متحد می شویم که برای دید کنونی ما در عین حال نامرئی است. دوستان عزیزم، این جمله بعدی را خوب بشنوید. قبل از غرق شدن کامل لموریا پیش بینی شده بود که روزی در آینده دور بسیاری از ما در گروه‌های جمع می‌شویم و با آگاهی کامل دوباره این آهنگ را می‌خوانیم که پیروزی زمین به دست آمده است. امروز جشن این روز مورد انتظار و تحقق آن پیشگویی باور نکردنی را به ارمغان می‌آورد. امروز ما در حال آغاز وصال مورد انتظار هستیم. با چشمان اشکبار است که از آداما به شما اطلاع می دهم که بسیاری از شما در این اتاق امشب از آن روح‌های شجاعی بودید که جان خود را فدای منافع جمعی کردند. بیایید شجاعت شما را در آن زمان تحسین کنیم و اکنون به خاطر بازگشتمان برای ادامه مأموریت بزرگ لموریا برای کمک به بشریت و سیاره به عروج با شکوه او شادی کنیم. در تلوس یکی از جنبه‌های مأموریت حفظ تعادل و انرژی‌های آگاهی عروج برای سیاره تا زمانی است که ساکنان سطح بتوانند این کار را برای خود انجام دهند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که دو تمدن ما این کار را با هم به عنوان یک قلب انجام دهند. زمین پس از غرق شدن دو قاره. همزمان با سقوط لموریا آتلانتیس شروع به تکان خوردن و از دست دادن قطعات قاره خود کرد. این برای بیش از 200 سال تا مرحله نهایی که به طور کامل غرق شد ادامه یافت. به مدت 2000 سال پس از فجایع لموریان و آتلانتیس سیاره به لرزش ادامه داد. در عرض 1200 سال زمین دو توده خشکی بزرگ را از دست داد.
یک شکست بزرگ و آسیبی که برای بازگرداندن تعادل به چندین هزار سال بازیابی نیاز داشت. صدها سال پس از نابودی هر دو قاره، زباله‌های زیادی به جو پرتاب شد که زمین نور روز و روشنایی را تجربه نکرد. دمای هوا به دلیل کمبود نور خورشید کاهش یافت و تعداد زیادی از حیوانات و گیاهان تلف شدند. سوال: چرا امروزه شواهد کمی از بقایای این دو تمدن بزرگ وجود دارد؟ شهرهایی که غرق نشدند به ویرانه تبدیل شدند یا در اثر زلزله یا امواج عظیم جزر و مدی که غالباً هزار مایل به داخل خاک سرازیر می شد از بین رفتند و اکثر شهرها و سکونتگاه های موجود در مسیرشان را ویران کردند. شرایط زندگی برای تمدن‌هایی که از آن بلایای طبیعی جان سالم به در بردند به حدی سخت بود که مردم ترسیدند و کیفیت زندگی به سرعت بدتر شد. برای کسانی که از این بلاها جان سالم به در بردند، گرسنگی، فقر و بیماری میراث آنها بود. ارتفاع اولیه انسان‌ها در این سیاره تقریباً 12 فوت بوده است. هایپربوری‌ها 12 فوت قد داشتند و هنوز هم هستند. هیچ یک از آنها در این زمان روی سطح زندگی نمی کنند. زمانی که لموریا غرق شد، قد لموریاها به 7 فوت کاهش یافت و تا به امروز 7 تا 8 فوت قد دارند. از آن زمان کاهش بیشتر قد فیزیکی در این سیاره وجود داشته است. بیشتر روی سطح 6 فوت یا کمتر قد دارند. همانطور که تمدن ما تکامل می‌یابد، ارتفاع بیشتر بدن بازیابی می‌شود. حتی در حال حاضر افراد سطح زمین نسبت به 100 سال پیش قد بلندتر می‌شوند. امروز عصر، اگر بخواهید و اجازه دهید، آداما و همه آنهایی که از تلوس که در بدن نوری خود اینجا هستند به ما فرصتی می‌دهند تا رکورد‌های شخصی و سیاره‌ای خود را بهبود بخشیم. این به سیاره و بشریت و همچنین به هر یک از شما به صورت جداگانه خدمت خواهد کرد. روز جدید، دنیای جدید تازه متولد می شود. ما درس‌های خود را از عشق آموخته ایم و لموریای جدید، بهشتی که بازیابی می شود، دوباره در شرف ظهور است. تلوس، بخشی از لموریا که به دعوت مقدس آن و نور آن وفادار مانده بود، در زمان وقوع فاجعه به بعد 4 ارتقا یافت. اعضای تلوس در نهایت به آگاهی بعد 5 تکامل یافتند و در آن بعد بالاتر وجود دارند. تلوس محبوب ما با همه مردم باور نکردنی که در آن زندگی می کنند، دریچه ما به این مکان شگفت انگیز هستند. شفای قلب لموریا، آداما. پاک کردن سوابق قدیمی لموریان در طلوع یک عصر جدید بر روی زمین. عزیزان من، عزیزترین برادران و خواهران گذشته، اعضای سابق خانواده، از طرف شورای لموریایی تلوس، از طرف را و رانامو، پادشاه و ملکه تلوس، و همچنین از طرف حدود 500,000 نفر از ما که امروز از در بدن خود در اینجا حضور داریم، با شادی و عشق فراوان که باعث افتخار ماست به شما سلام می‌کنیم. همانطور که ما قلب خود را به روی شما می‌گشاییم، از شما نیز می‌خواهیم که قلب خود را برای شفای بزرگ به روی ما باز کنید. امروز بعد از ظهر اینجا هستیم تا با هم یک پاکسازی و شفای بسیار مهم برای سیاره خود و همچنین برای همه شما ایجاد کنیم.
اجازه دهید این را ابتدا پاکسازی سوابق قدیمی و دردناک لموریایی بنامیم که هنوز در قلب و روح اکثر مردم باقی مانده است. ثانیاً با پیوند مجدد قلب‌هایمان پیوندی جدید و مستقیم‌تر بین دو تمدن خود ایجاد کنیم. زمان جدایی ما تقریباً به پایان رسیده است و ما اکنون هر روز با تعداد بیشتری از شما قلب را به قلب دوباره متصل می‌کنیم. عزیزان، این روزنه‌ای که به زودی با هم ایجاد می‌کنیم زمان ظهور ما را در میان شما تسریع خواهد کرد. به زودی دو تمدن ما یک بار دیگر رو در رو در جشن بزرگ نور و عشق ملاقات خواهند کرد. ما دست در دست و قلب به قلب با هم کار خواهیم کرد تا شگفت انگیزترین و جادویی ترین عصر طلایی دائمی روشنگری، خرد، صلح و فراوانی را که می توانید تصور کنید بسازیم. ما به شما کمک خواهیم کرد تا جوامعی از عشق و نور را بدون دخالت نیروهای منفی که برای مدت طولانی در این سیاره نفوذ کرده اند بسازید. شب تاریک و طولانی را که در این سیاره تحمل کرده اید تقریبا به پایان رسیده است. خیلی زود نور برای همه ما روشن‌تر از همیشه خواهد درخشید. شما اکنون آخرین ساعات تاریکی را تجربه می کنید. زیرا سپید دم در حال مشاهده است، اگرچه به زودی با تغییراتی روبرو خواهید شد که مدتها پیش بینی می کردید. اما از شما می خواهیم که این تغییرات را رهایی سیاره خود بدانید و زمان آن اکنون نزدیک است. بسیار مهم است که در خود با شکوه خود متمرکز بمانید. عزیزانم، به خودتان اجازه ندهید که دچار ترس شوید و همه تغییراتی را که در اطراف خود مشاهده می کنید بپذیرید. همه را به عنوان دست خدا در آغوش بگیرید که در دنیای جدیدی را برای شما ایجاد می کنند. کمک های زیادی از هر جهت در دسترس شما خواهد بود و ما نیز به شما کمک می کنیم. به سادگی از ما در قلب خود بخواهید و ما آنجا خواهیم بود تا به شما کمک کنیم. اورلیا لوئیس، تراژدی غرق شدن قاره ما در 12,000 سال پیش را خلاصه کرد. هدف این بود که شما را از رکوردهای سنگینی که در اثر ویرانی ایجاد شده بود آگاه کنیم. ما می خواهیم بدانید که بسیاری از آن سوابق دردناک هنوز در قلب و روح بشریت باقی مانده است. دلشکستگی و ضربه روحی که در آن روزها اتفاق افتاد وصف ناپذیر است. اکنون زمان آن فرا رسیده است که همه اینها را از وجود خود پاک کنید. این سوابق باستانی باعث ایجاد نوعی مه روحی در آگاهی بشریت می شود. از آنجا که درد بسیار غیر قابل تحمل بوده، بسیاری از شما آگاهی خود را به یادآوری دانش برتر بسته اید. من، آداما و همه ما از تلوست خیلی دوست داریم که درصد زیادی از آن رکوردهای ماندگار را امروز و در همین لحظه پاک کنیم. ما به اندازه کافی هستیم و شما اگر نیت خود را مشخص و اراده کنید، می توانیم این شفا را برای شما و برای کره زمین ایجاد کنیم. آیا می خواهید این کار را امروز عصر با ما انجام دهید؟ جواب بله از طرف مخاطبین. حالا چند لحظه سکوت کنیم. من از شما می خواهم که قصد خود را برای پاکسازی و بهبود سوابق خود تعیین کنید. به اعماق قلبت برو. همچنین در این شب استادان بسیاری به برخی از پادشاهی فرشتگان با ما حاضر هستند که آماده کمک به این پاکسازی بزرگ هستند. بعد از اینکه شفای خود را خواستید، در سکوت در دل خود همان شفا را برای همه بشریتی که در این زمان قادر به پاک شدن هستند بخواهید.
من به شما اطمینان می‌دهم تعداد زیادی وجود دارند. این دوستان من شروع به چرخیدن توپ می‌کند تا زمانی که همه رکوردها پاک شوند، حرکت می‌کند. کمک بزرگی به بشریت خواهد کرد. خیلی ممنونم از شما با شرکت در این آفرینش مشترک. خدمات بزرگی به سیاره زمین و خود ارائه می کنید. ما این انرژی را که شما به تازگی در سر تا سر کره زمین ایجاد کرده اید برای شفای قلب‌های بسیاری مصرف کردیم. اکنون که درصد زیادی از سوابق پاک شده و امروز عصر بهبود یافته است، بیایید تراژدی ها و غم های گذشته را پشت سر بگذاریم و رویدادهای بزرگ بعدی را که اکنون در حال شکل گیری هستند به سیاره من برکت دهیم. راه ارتباطی قلب به قلب با انسانیت اکنون بازتر شده است. ما از شما برای این خدمات سیاره‌ای و حضور شما در این شب تشکر می‌کنیم. پس از مدتی مطمئن باشید که شب تاریک به طور کامل برطرف خواهد شد. دیگر هیچ غم و اشکی در سطح این سیاره نخواهد بود. اگر اشک باشد، فقط اشک شادی و وجد خواهد بود. با هم با شکوه ترین سرنوشت را برای همه کسانی که آن را انتخاب می کنند متجلی خواهیم کرد. ما برادران و خواهران بزرگتر شما هستیم که داوطلب شده ایم تا راه را به شما نشان دهیم، تا الگوی شما باشیم. از آنجایی که ما قبلاً کاری را که می‌خواهید انجام دهید انجام داده ایم، با کمک ما این کار برای شما بسیار آسان‌تر خواهد بود. از شما دعوت می‌کنیم که دست ما را بگیرید و کمک ما را بپذیرید. می‌دانید که ما این توانایی را داریم که سفر شما را در این ماجراجویی بزرگ سیاره‌ای آسان کنیم. ما لموریای جدید را در بعد پنجم ایجاد کرده ایم. بهشتی از شگفتی‌ها و جادو. تمام چیزی که تا به حال در مورد آن آرزو داشتید اینجاست. و خیلی چیزهای دیگر. زمانی که زمانش فرا رسید، همراه با همه شما لموریای جدید را به سطح این سیاره گسترش خواهیم داد. ما تمام آنچه را که در 12,000 سال گذشته در انزوا از جمعیت سطحی می دانیم و آموخته ایم به شما آموزش خواهیم داد. من آداما هستم و همراه با بقیه هموطنان لموریایی من، همه ما قهرمان پیروزی شما هستیم. پایان فصل دوم.